درود ورسان عزیز، حالتون خوب باشه. امیدوارم. این عکس رو امروز دیدم، واقعا ناراحت شدم. این عکس رو که آقای شمخانی کنار رهبر نشسته. اصولا نشستن هر کدوم از این تک تک مسئولین توی این جور جاها حساب کتابی داره، اینه که قبلا تعیین میشه که کجا باید بشینه. مثل همون مقتدی صدر رو که اونجا نشسته بود، اینا معمولا برنامه ریزه شده است، تعیین یه نفر تیمی است که تعیین میکنه. اما اینکه الان شمخانی اینجا کنار رهبر نشسته خیلی کار بدی کردن، خیلی به معنی بدی میده، در حالی که شمخانی و خانوادهش و خاندانش الان به نماد فساد در کشور تبدیل شدن. واقعا چرا اون کسی که اون تیمی که این سناریو و این طراحی رو چیدش لااقل ملاحظه آبرو رهبر رو میکرد؟ شمخانی الان خودش و خانوادهاش اکثرا خب به عنوان عنصر مسئول و عنصر فاسد شناخته میشن، مثل خانم رفسنجانی، رفیق دوست و خیلی دیگه. حداقل ذهنیت مردم اینه و هیچ تلاشی هم برای غیر ضد این هم ثابت نشده. خیلی کار ناپخته بود هر کس این کاری کرده، از تو دفتر رهبری بیت رهبری که این کنار رهبری نشسته باشه و عکسش هم بیاد بیرون. و همه انتظار داریم این که به زودی از طرف رهبری یه برخوردی بشه با شمخانی، از پست و مقام های مهمی که داره خل بشه، کنار گذاشته بشه. البته سید اخلاقی داره که خیلی از مسئولین رو با اینکه بارها خطا میکنن اونا رو دور نمیکنه، مثل همین قضیه خیلی آدم های دیگر رو. همین مقتدی صدر هم همین بود. مقتدی صدر رو اصلا رهبر 20 سال پیش میخواستن آمریکایی اعدامش کنن، دستگیرش کرده بودن، رهبر نامه داد با ایتالیا سیستانی جلوش گرفت. و معمولا فکرش اینه که یه جایی اینو به درد میخورن بعدها، چنین ایده ای داره. خیلی از این مسئولین خطاکار هم تا آنجا که میتونه سعی میکنه که نارو تو دوربر خودش نگه داره، ولی به نظر من فساد رو ندیگه. فساد اقتصادی نباید اینطور باشه که طرف وقتی فساد اقتصادی داره همچنان عزیز نگه داشته بشه. این باید شمخانی الان شخصیت منفیه. این کار واقعا ناراحت کننده بود. من اینو دیدم، امیدوارم که یه جوری جبران بشه و امیدوارم این پیام رو نداشته باشه که قرار دوباره ابقا بشه، تکریم بشه یا نگه داشته بشه. خیلی عکس بدی بود و ناراحت کننده بود. نکته بعدی، یالتون وزیر اطلاعات علوی هم هست و اینکه دستشون رو میگیرن اکثرا جلو صورتشون، این بنده خدا اکثرا دور از جون رهبر، البته معمولا از ترس مردم صورتشون رو میگیرن که چون که اشک نمیاد دستشون جلو صورتشون میگیرن که مردم نبینن که، یا مثلا این تا عملا دست جلو صورت آمدن به معنی اشکه، یعنی که من دارم اشک میریزم یا ناراحتم. و البته این باز ملاحظه کردن این قدیمیه، ملاحظه کردن عوامه، یعنی که اگه این کار نکنن عوام میگن که مثلا اینا خب به اهل بیت ندارن، اینا مجبورن که دستشون رو بیارن جلو صورتشون که به اصطلاح وزن خودشون رو نشون بدن. و این کار جالب نیست. اینجا کار شمخانی درست بده اتفاقا که ادا در نیاورده، لازم نیست که حتما باید به خاطر مردم یا به خاطر عوام خودشون محزون نشون بده که بدرود.